سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از خبر ازدواج آناهیتا همتی، بازیگر خوب ایرانی. با ما همراه باشید. لطفاً عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. توی روزهای اخیر با انتشار عکس‌ها و ویدیوهایی در فضای مجازی با خبر شدیم که خانم آناهیتا همتی، بازیگر خوب ایرانی، خوشبختانه ازدواج کردند. البته که این ازدواج دوم ایشونه که در ادامه به اون خواهیم پرداخت. با هم این ویدیو رو ببینیم. سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز مراسم عقد خانم آناهیتا همتی و همسر گرامیشون رو داریم که آقای سنایی میخوان براشون مراسم عقدشون اجرا کنن. بفرمایید. خانم آناهیتا همتی متولد 1 مرداد 1352 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیونه. ایشون دیپلم رشته تجربی داره که از 20 سالگی با تئاتر شروع کرده و الان مدتیه که کم کار شده. ایشون ساکن اکباتانه و عاشق طبیعت و حیوانات و دوچرخه سواریه. پدرش کارشناس کشاورزی و مادرش حساب داره. یک برادر به نام آریان داره که 14 سال ازش کوچیکتره و الان ساکن خارج از کشوره. مدتی هم به خاطر شغل پدرش در خرم‌آباد و لنگرود زندگی کردن. در مورد دوران کودکیش گفته که توی کودکیم وحشتناک شیطون بودم. از شکستگی دست و پا بگیر تا در رفتگی کتف و غیره. اما درسم خیلی خوب بود. خیلی هم دوست داشتم بازیگر تئاتر بشم. هنوز هم وقتی میرم تئاتر واقعا قلبم میلرزه. میتونم ادعا کنم بخش بزرگی از بزرگ شدنم روی دوچرخه اتفاق افتاده. از بس دوچرخه سواری میکردم و البته هنوز هم عاشقشم. توی سال 1372 وقتی که 20 ساله بودم به اداره تئاتر رفتم و کلاس‌های بازیگری استاد هادی مرزبان رو گذروندم و اولین کار تئاترم هم تنبور نواز خود آقای مرزبان بود. بعد از چند تا کار تئاتر برای تست سریال دبیرستان خضرا به دفتر خارجویی کارگردان رفتم و قبول شدم و با همون سریال از سال 73 وارد قاب تلویزیون شدم. خانم همتی اولین بار با فیلم سینمایی افسانه پوپک طلایی در سال 1376 وارد سینما شد. اما شهرت ایشون بیشتر از سریال خانه به دوش در سال 83 شروع شد. ایشون علت کمکاری های چند سال اخیرش رو علاقه نداشتن مردم به سریال های تلویزیونی میدونه. از طرف دیگه هم میگه که فیلم نامه های خوبی به دستم نمیرسه و هرچی که به دستم میرسه از زندگی واقعی مردم توی ایران خیلی متفاوت تره و اصلا قابل پذیرش نیست. به جای کار در سریال های تخیلی صدا و سیما ترجیح میدم که بیشتر تئاتر کار کنم. در مورد اعتیادش به قهوه که همه دوستانش و خانوادش هم از اون مطلعن گفته من کاملا به قهوه معتادم. مدتی تصمیم گرفتم دمنوش‌های گیاهی و سنتی استفاده کنم اما در میانه روز دست‌ها و چونم می‌لرزید تا جایی که مامانم میگفت آناهیتا پاشو قهوه بخور، اینا به خاطر قهوه نخوردنه. خلاصه که نتونستم ترک اعتیاد کنم. خانم آناهیتا همتی توی شهریور ماه 1401 در فضای مجازی با انتشار عکس‌هایی از ازدواج اول خودش پرده برداشت و این مسئله رو رسانه‌ای کرد. ایشون 18 سال پیش وقتی که 31 سالش بوده در سال 83 تا سال 86 به مدت 3 سال با الکساندرا جیریوسا اهل فیلیپین ازدواج کرده بوده که اون رو نقطه طلایی زندگیش میدونه. چیزی شبیه خواب و خیال و رویا، بسیار زیبا و درخشان.
تا اینکه سرنوشت و مرگ همسرش مسیر زندگیشون رو تغییر داد. به گفته ایشون، آقای الکساندر سال 1400 در 48 سالگی بنا به دلایلی فوت شده. ایشون با انتشار عکس‌های مشترکی با همسر اولش نوشت: سه سالی که ضربان قلبمون کنار هم تپید، لذت بخش‌ترین و درخشان‌ترین دوران زندگیم بود. اگر مرگ ما رو از هم جدا نمی کرد، قرار بود دوران بازنشستگیمون رو با هم سپری کنیم. عاشقی، توأم با صداقت، مهربونی و دست و دلبازی بارزترین ویژگیت بود و من بیشترین یادگیری مهارت‌های زندگیم رو مدیونتم. بسیار قدردان و سپاسگزارت بودم، هستم و خواهم بود تا نفس می کشم. تأثیر تو در زندگی من به قدری زیاد بوده که تا وقتی زندم در رفتار و کردارم مشهوده. با تو به رشد رسیدم و دوست داشتن واقعی و حقیقی رو یاد گرفتم. وقتی که چشم میچرخونم تو رو توی همه بخش‌های زندگی میبینم، حتی گاهی در جزئی ترین و معمولی ترین چیزای زندگیم، مثل خوردن میوه‌ای که دوست داشتی یا رنگ مورد علاقت یا بویی که دوست داشتی، موسیقی و فیلم‌های مورد علاقت، سفر، دریا و جنگل، بوی لوندر و غیره. سال 83 تا 86 نقطه طلایی زندگی محسوب میشه. چیزی شبیه خواب و خیال و رویا، بسیار زیبا و درخشان. امروز روز تولد توست. همینطور که خاطرات قشنگم مثل فیلم از جلوی چشمم رد میشه، اشکهام هم روی گونم جاریه. درد و زخم جای نبودنت توی قلبم هرگز التیام پیدا نمیکنه. ایشون با انتشار عکس‌هایی هم در روزهای گذشته خیلی ریز به مسئله ازدواجش اشاره کرده بوده. مثلا با انتشار این عکس نوشته: چه خوب که گاهی هم زندگی رویایی سپری میشه. با انتشار این عکس هم نوشته: مردان زندگی من، جای آریان داداشیم خیلی خالی بود. هفتم تیر ماه 402. بعد همین عکس رو منتشر کرده از شناسنامه بلوط و هدیه درخت در دامنه زاگرس که روش نوشته شده به نام آناهیتا همتی و محمد علی باغذری و نوشته: چه هدیه‌ای بهتر و زیباتر از این؟ ما در زاگرس جوانه میزنیم، رشد میکنیم و ریشه خواهیم داشت. ریشه های ما در سرزمین مادری من ایران ناگسستنی خواهد بود. با یک دنیا سپاس از گودرز عزیزی و خانواده شریف و محترمش. من و علی حس میکنیم که تا ابد در آغوش دالاهوی زاگرس زیبا جا گرفتیم. آناهیتا همتی طبیعتگرد و اهل طب سنتیه. ایشون عاشق طبیعتگردیه، دوچرخه داره و گاهی در شهرک اکباتان محل زندگیش کلن با دوچرخه میگرده. برنامه غذاییش پر از سبزیجاته و توی پخت و پز از روغن هسته انگور یا روغن زیتون استفاده میکنه. خیلی سحرخیزه و از طب سنتی و کرمهای خوب و استاندارد استفاده میکنه و به سلامتیش خیلی اهمیت میده. خودش گفته: خدا رو شکر در طول زندگیم هیچ وقت دغدغه معیشت نداشتم و از روز اول ورودم به تئاتر و سینما هیچ وقت به خاطر پول کاری نکردم. همیشه پدر و مادرم حواسشون به من بوده و به هم کمک کردن و همین پشتیبانی اونها باعث شده که تا امروز به خاطر پول سر کار نرم. ممنونم که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.